تو روزهای اخیر شاهد مصوباتی از سوی برخی پارلمان‌های کشورها از جمله در سوئد، انگلیس و استرالیا برای قرار دادن سپاه در لیست تروریستی این کشورها بودیم. لیست گذاری سپاه چه تأثیری روی نیروی اهریمنی و قدرت سرکوب و تروریسم اون خواهد داشت؟ همراه میشیم با خانم شیرین نریمان، فعال حقوق بشر از آمریکا. به شما خوش آمد میگم خانم نریمان. قرار دادن سپاه تو لیست تروریستی که تو این کشورها الان بحثش هست، الان سوئد و انگلیس و استرالیا، ببینید چه تأثیری روی سیاست این کشورها در قبال رژیم و از اون طرف هم چه تأثیری روی توان و سیاست سرکوب و تروریسم سپاه خواهد داشت؟ با سلام و درودهای بیکران به شما و هموطنان عزیزم در هر جایی که هستن. بذارین جواب شما رو از یک جای دیگه شروع بکنم. چند روز پیش آقای علیرضا جعفرزاده، معاون دفتر شورای ملی مقاومت در آمریکا، یک مصاحبه‌ای با فاکس نیوز داشتن که در اون اعلام کردن که طبق مدارکی که فاش شده به دست مقاومت اومده، خامنه‌ای همه کنترل سیاست، کنترل اقتصاد ایران رو به دست سپاه سپرده و تمام شریان‌های مالی، تمام اتفاقای تصمیم‌های اقتصادی در ایران به سپاه بستگی داره. خب ما می‌دونیم که چرا این کارو می‌کنه، برای اینکه در حقیقت به اون شکل به سپاهی‌ها باج میده که بتونن سرکوب بکنن، بهشون پول میده تا بتونن کنترل رو تو دست داشته باشن برای سرکوب. خب وقتی که ما میبینیم کشوری مثل سوئد که همیشه روابط اقتصادی بسیار خوب و نزدیکی با رژیم ایران داشته، وقتی که اکثریت نمایندگانش از هر 8 حزب در تصویب میکنن که اسم سپاه بره توی لیست تروریستی، یا اینکه وقتی نمایندگان کنگره آمریکا به سران کشورهای هند و انگلیس و استرالیا و به این 4 تا و کانادا نامه می نویسن و درخواست میکنن که اسم سپاه بره توی تروریست لیست، اولین اتفاقی که میفته اون شریان های مالی قطع میشه، چرا که خب طبعا وقتی که اسمشون مثلا توی لیست باید یک سری تحریم ها روشون وارد بشه. با اون تحریم ها چه اتفاقی میفته؟ پول هایی که رژیم در به خاطر شرایط متفاوت و با کمپانی های متفاوت و در بانک های متفاوتی که داره برای خرید و فروش، همه اینها متوقف میشه و همشون فریز میشه و مسدود میشه و برای همین خب یک فشار بزرگ مالی به سپاه میاد. از طرفی سپاه پول خرج میکنه برای اینکه بتونه در کشورهای فلسطین، سوئد، ببخشید سوریه، منظورم بود سوریه، عراق، یمن و سر تا سر دنیا پول خرج کنه که بتونه حرکات تروریستی بهش یک ابعاد بیشتری بده و بزرگتر بکنه و بتونه به کارهای تروریستی خودش ادامه بده. خب اون افراد هم که یا اون جریانات هم نیاز به پول دارن. وقتی که این شریان ها قطع بشه، خب فشار روی سپاه زیاد میشه، درنج سپاه توی منطقه ضعیف میشه، همینطور بعد نیروهای خودش رو در داخل کشور بهشون برسه، بهشون پول بده، بهشون حمایتشون بکنه. خب اون وقتی که این پول نباشه، در نتیجه نمیتونه به این افراد وابسته به خودش در داخل و در خارج کمک مالی بکنه و روی اون سیستم سرکوبی که خامنه‌ای توقعشو داره فشار ایجاد میشه و مسدود میشه، اون جلوی اون فشار میتونه گرفته بشه. برای همین این جریان خیلی مسئله مهمی هستش و خوشبختانه خب آمریکا که اسم سپاه رو چند سال پیش در لیست تروریستی قرار داده بود، ولی کشورهای مثل سوئد، کانادا که اینا جاهای مراکزی که سپاه خیلی توش نفوذ داره و یعنی افرادش رو فرستاده، خیلی از سران سپاه اونجا هستن، پول ها رو بردن اونجا،
در اینجا این یک تاثیر خیلی جدی روی همه مناسبات و قدرت سپاه ایجاد میکنه که خب ما از این مسئله خوشحال هستیم و فکر میکنیم که هرچی بیشتر این فشارها باید بیشتر بشه و سپاه پاسداران در همه جای دنیا باید توی لیست تروریستی قرار بگیره و تمام حسابهایی که مربوط به سپاه پاسداران و افراد منصوب به سپاه هستن، چون سپاه خیلی شرکت‌های دیگه‌ای هم درست میکنه که از طریق اونها کاراشو میبره جلو، همه اونها شناسایی بشن و همه اونها توی لیست تحریم‌ها قرار بگیرن، همه اون شبکه و همشون این قدرت مالی که رژیم داره رو بتونیم مسدود بکنیم، چون فشار مستقیم به کنترل و سرکوب سپاه داره. بله خانم پیمه، حالا شما از اهمیت لیست گذاری سپاه مشخصا تو این سه کشور رو برامون باز کردین و همینطوری که خب خاصه مقاومت ایران همیشه این موضوع بوده، اما این روزا شاهدیم که حتی بقایای سلطنت هم از این لیست گذاری حمایت میکنن، در حالی که در گذشته میدونیم که بالاخره تو تاریخ مواضع ثبت شده که مخالف بودن و حتی الان هم از انحلال سپاه به صورت روشن صحبت نمی کنن. من میخواستم نگاه شما رو تو این رابطه بشنویم، این تغییر روی کرد و ارزیابیتون در تو این موضوع کلن چگونه است؟ البته من فکر نمی کنم همه سلطنت طلبا خواستار این هستن، چون که خودم از رضا پهلوی هنوز نشدیم که بگه که کل سپاه توی لیست تروریستی بره یا حتی انحلال باشه. خیلی از اونها هنوز برای این عقیده هستن که خب یه سری سرانشون باید محاکمه بشه و نباید باهاشون ارتباطی داشت، ولی بدنه سپاه مشکلی درش نیستش. خب ببینین توی این سناریو، این سناریوی که خمینی داشت، وقتی خمینی داشت میومد سر کار و مذاکرات پشت پرده بین خمینی از طریق یزدی با آمریکا شروع شد، همه بحث این بود که بدنه ارتش رو نگه داریم و به همینطور بدنه ساواک رو و یه مقدار سرانش رو جابجا بکنیم. البته حتی خمینی اون موقع حرف از اعدام و این هم نزده بود. بنابراین این سناریو از نظر من یه سناریوی تکراری سال 57 هستش که اکثر سلطنت طلبایی که من میشناسم و چیزایی که توی مدت دیدم و خوندم با سران با اینکه سپاه توی لیست تروریستی قرار بگیره موافق نیستن. البته باید این رو گفت که چون در داخل و چون در خارج از ایران بسیاری از ایرانی ها به این نتیجه رسیدن که اسم سپاه باید در لیست تروریستی بره و متوجه قدرت سپاه تو امر سرکوب شدن، خب اونها هم طبعا مجبورن که یه مقدار حرفشون رو، تون صحبتشون رو عوض بکنن، کلماتشون رو جابجا استفاده بکنن تا بتونن که اکثریت اون جلب اعتماد اکثریت ایرانی ها رو داشته باشه، که البته اون همیش تأثیری دیگه نداره به خاطر اینکه خب خیلی حرکت های دیگه از سلطنت طلبان و سلطنت دوستان میبینیم در این روزها که خب همونطور که قبلا هم گفتم هر روز که داره میگذره مرزبندی ها داره مشخصتر میشه، همه حرف ها داره مشخص میشه. برای همین خب اونا یادتون باشه سلطنت طلبا تعدادشون زیاد نیست، تعدادشون کمه، اما بسیار در مناسبات وقیح هستن و میتونن خیلی شدیداً برخوردهای زشت داشته باشن. خب برای همین سعی میکنن که در همه جا شروع کنن مغلطه کردن، سر صدا کردن و به اصطلاح بخوان تحت شعاع خودشون حرکات خودشون انجام بدن. واقعا من نمیتونم مقایسهشون نکنم با اون چماقدارا و لامپنایی که بعد از انقلاب ما در کنار میز کتاب ها با اونها هر روز مواجه بودیم. واقعا من اون رو الان دارم میبینم این روزا. پس از نظر من فکر نمی کنم که تمام مثلا سلطنت طلبا همشون خواهان این هستن که سپاه توی لیست تروریستی بره. یه مقدار تحت شعای خواسته مردمی هستن و مقاومت ایران، البته باید بگیم که این مقاومت ایران بوده که پیشگام گذاشتن
اسم سپاه در لیست تروریستی بوده که حالا بعد یه مقدار در مورد صحبت میکنیم. اما واقعیتش این هستش که جامعه ایران چه در داخل و چه در خارج به این نتیجه رسیدن که سپاه دشمن اصلشون سپاه پاسداران هستش و هیچ راهی نیست غیر از این که این نهاد در خارج کشور حداقل در لیست تروریستی تمام کشورهای دنیا بره و بتونه این هرچی بیشتر ضعیفتر از گذشته بشه. این برداشتی هستش که من از شرایط کنونی و در خارج از کشور بین کسانی که مشروطه خواه هستن، طرفدار سلطنت هستن رو میبینم که یه مقدارش تحت شعاع خواسته مردمی هستش و نمیتونن زیاد در برابرش ایستادگی بکنن. بله، حالا خانم نعمان اگه بخوایم این بحث رو جمع بزنیم، شما الان نگاهی کردین به موضع مقاومت ایران، مشخصا اگه نگاه کنیم به این موضوع که مقاومت ایران همیشه خواهان انحلال سپاه بوده، این موضوع چه تأثیری روی قیام و صورت مسئله سرنگونی که الان صورت مسئله اصلی همه ایرانی ها هست فکر میکنید داشته باشه؟ ببینین، خب برمیگردم به برنامه 10 ماده خانم مریم رجوی. ماده دومش میگه انحلال سپاه تروریستی، سپاه پاسداران، همینطور نیروهای قدس، لباس شخصی ها، بسیج ضد مردمی، یعنی همه رو میگه خواستش این هستش. پس پیشتاز این لیست تروریستی سپاه واقعا مجاهدین و مقاومت ایران بودن که از سالها پیش گفتن برای آزادی و نجات مردم ایران لیست سپاه تروریستی، مثل سپاه پاسداران، یک عنصر ضد مردمی و باعث ابزار سرکوب رژیم ایران هستش که برای اینکه بتونیم مردم ما بتونن توی قیام جلوتر برن، پیش برن، واقعا انحلالش یک موضوع خیلی جدی و مهم هستش. خب خوشبختانه الان با پافشاریهایی که مقاومت ایران داشتن و اقداماتی که باید بگیم در آمریکا انجام شد، از آمریکا شروع شد لیست گذاری سپاه، توی لیست تحریم ها گذاشتن، اروپا خیلی در برابرش ایستادگی میکرد، ولی با قیام و خیزش هایی که در 9 ماه گذشته در ایران داشتیم و با خبرهای نقض حقوق بشری که از ایران هر روز روزانه میاد و همینطور اعدام هایی که میبینیم، واقعا تعداد اعدام در این شرایط بسیار بالا رفته، منو واقعا به یاد همون دهه 60 میندازه که حالا اون موقع به خاطر اینکه اطلاعات جهانی کم بود، خبر کمتر میمد بیرون از ایران، اصلا امکاناتش نبود. الان ما خوشبختانه جهان خبردار میشه از اینکه در ایران چه میگذره، میزان سرکوب چی هستش. بر همین جامعه جهانی به خصوص اروپا و کشوری مثل استرالیا و کانادا باید از خودشون یک عکس العمل نشون بدن، باید موظف هم به مردم خودشون باید جوابگو باشن که باید حرکتی در جهت حفظ دموکراسی، حفظ حقوق بشر، احترام به حقوق بشر در ایران باید اقدام بکنن. خب همین این و همین اینا همه به هم وصله، همه حرکاتی که ما اینجا انجام میدیم، همه اتفاقی که تو ایران میافته، همه ملاقات هایی که انجام میشه در سراسر جهان، همه اینا به هم وصل هستش. همه اینا باعث میشه که صدای مردم ایران با صدای مردم خارج کشور و اون مثلا پالیسی، اون قوانین، اون سیاست هایی که باید پیش بگیره، بله سیاست هایی که باید پیش بره، همه به هم دیگه گره خورده و همه با هم هستش. ببینید اگه یک لحظه این نیم، حتی نیم ساعت این سپاه منحل بشه و دستگاه سرکوب نباشه، که 100% نتیجهش مشخصه، این رژیم نمیتونه حتی یک لحظه سر دوام بیاره، از بین میره و ما میتونیم این وحشت رژیم رو از بازتاب هایی که توی خودشون دارن
ببینیم. وقتی قالیباف جیغش هوا میره از اینکه چرا اسم سپاه میخواد بره توی لیست، یا وقتی بله که سردار سلامی میاد تهدید میکنه، بلافاصله وارد تهدید میشن، حواستون باشه اگه که اسم ما رو ببریم تو لیست خیلی اتفاقا براتون میفته. قبلا این کاری کردن، قبلا قدرتشو داشتن و به یک شکلی تونستن کشورهای دنیا رو، دولتها رو مجبور به سکوت بکنن. ولی الان نفوذشون و آگاهی مردم و آگاهی خود کشورها خیلی بالاتر رفته، متفاوت شده، به خصوص قیامی که در ایران هستش. ببینید همین که وقتی خبر اعدام عزیزان میاد، مثل همین دیروز که دیدیم، مردم اصفهان میرن پشت در زندان ها اعتراض میکنن، وارد درگیری میشه، این خبراش همه داره میاد. بله، یعنی دولت ها مجبور میشن، نه اینکه دلشون بخواد، ولی مجبورن به خاطر تمام این مجموعه که داره اتفاق میفته و خیزش های مردمی که داره اتفاق میفته، باعث میشه که مجبور میشن که باید تصمیم های جدید بگیرن و سیاست های جدیدی رو اتخاذ کنن و همه اینا به هم ربط داره. پیشگام گذاشتن اسم سپاه در لیست تروریستی مجاهدین و شورای ملی مقاومت ایران میده، در اون هیچ شکی نیست. بله، اونها شروع کردن و هر باری که رضا پهلوی، سلطنت طلبا، بخشی از اصلاح طلبان میمدن و هنوز هم اصلاح طلب، یک سری از اصلاح طلبانی و حتی ما اینو توی سیاست خارج از کشور میبینیم. مثلا من خودم در اتاق اسپیسی بودم که به روزبه درقانی که یک خبرنگار بانفوذی هم ازش در برای نیوزویک می نوشته، برای اسوشیتد پرس می نوشته، بله، به طور علنی می گفتش که اگر اعدام ها رو به بابیان با بخش استفای که کمتر دستش به خون آغشته است با هم توافق بکنیم. خب وقتی که اینجوری می بینیم، پس چقدر مهمه که اسم سپاه در لیست بره. میدونم خیلی زیاد صحبت کردم، خیلی در لیست بره، به نفع مردم ایران، ازش مردم ایران میدونن و همه اینا به هم دیگه ربط داره و به زودی شاهد این خواهیم بود که خیزش های بیشتری هم شروع بشه و هرچه سپاه ضعیفتر باشه برای قیام و برای سرنگونی بهتر هستش. بسیار سپاسگزارم از شما خانم شیرین نریمان، فعال حقوق بشر از آمریکا، که در موضوع اهمیت لیست گذاری سپاه پاسداران توسط کشورها با ما همراه بودین و نکاتتون. خیلی ممنون خانم نریمان و خدا نگهدار شما.